از میلیاردها دلار گم شده تا جیب‌های پر شده. کمر اقتصاد ایران را فساد و سوء مدیریت شکست یا تحریم‌های آمریکا. این جنایت علیه بشریت بوده. پایان دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سرنگونی پرواز 752. خانواده‌های قربانیان می‌گویند عدالت قابل مذاکره نیست. می‌دونستید سالانه چند میلیون پرنده مهاجر به خاطر تقاضای ما کشته میشن؟ من از پرندگان مهاجر حمایت می‌کنم. و کارزاری برای مقابله با شکار پرندگان مهاجر در ایران، چهره‌های آشنا آستین بالا زدند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. اقتصاد ایران این روزها به سرعت کوچک می شود و مردم فقیرتر. اقتصادی که در داخل زیر فشار فساد گسترده و سوء مدیریت، میلیاردها سرمایه‌اش به یغما رفته و از خارج سیاست فشار حداکثری دست بر گلویش گذاشته. صحبت‌های تازه رئیس بانک مرکزی درباره بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات دوباره بازار ارز را در مرکز توجه قرار داده. همزمان عده‌ای در انتظار نتیجه انتخابات آمریکا نشستند که کمتر از دو هفته دیگر برگزار می شود و امیدوارند که دونالد ترامپ رأی نیاورد و جو بایدن رویکرد آمریکا به ایران را تغییر دهد. شیدا هوشمندی نگاهی کرده به تحولات در بازار ارز ایران. ارزهای صادراتی گم شده. هر روز ابعاد جدیدی از این ماجرا روشن می شود. ما 250 در آخرین مورد این سخنان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه شب در میان فعالان بخش خصوصی. این 250 نفر یک دلار برنگردونده بودن و دومین ویژگیشون بود که این 250 نفر هیچ کدوم تولید کننده نبودن. آقای همتی میگوید این افراد به اسم کارتون خواب‌ها کارت بازرگانی گرفته و 7 میلیارد دلار ارز را برنگرداندند. دولت بازنگرداندن ارز از سوی صادرکنندگان را به عنوان یکی از دلایل افزایش نرخ ارز مطرح می‌کند. فعالان بخش خصوصی اما می‌گویند که عمده ارزهای بازنگشته متعلق به بخش خصوصی نیست. آنها یکی از مهمترین دلایل خروج ارزهای صادراتی از ایران را سیاست ارزی دولت می‌دانند. سیاست ارزی که حداقل در 2.5 سال گذشته اتفاق افتاده، وقتی بررسی دقیق روش انجام بدید و همچنین بررسی کنید نرخ ارز در این مدت چه تغییراتی انجام داده و میزان ارزآوری کشور در این 2.5 سال چقدر بوده، قطعاً به این نتیجه می‌رسیم که این سیاست‌ها سیاستی موفقی نبوده و بایستی بلافاصله ما تصمیم بگیریم و شجاعانه تجدید نظر کنیم در سیاست‌هامون. منتقدان سیاست ارزی دولت می‌گویند تأثیر این سیاست را می‌توان در طرف واردات هم مشاهده کرد. کمبود دارو به ویژه انسولین طی روزهای اخیر جنجالی شده. منتقدان سیاست‌های بانک مرکزی پافشاری دولت بر تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات دارو را دلیل پرسود شدن قاچاق دارو به خارج از کشور می‌دانند، چه این داروها تولید ایران باشند و چه از خارج وارد شده باشند. سیاست فشار حداکثری آمریکا فروش نفت مهمترین درآمد ارزی ایران را به شدت کاهش داده و حالا دولت با کمبود جدی منابع ارزی روبروست. این روزا فکر کنم خیلی عجیب سرتون شلوغه. دیگه چیکار کنیم؟ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر چند بار برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران به عراق سفر کرده. بازار ارز در روزهای گذشته بی‌اعتنا به اقدامات بانک مرکزی و وعده‌های دولت برای کنترل بازار دستخوش نوسان شد و نرخ دلار از مرز 32 هزار تومان هم عبور کرد. اما همزمان با افت نرخ حواله درهم در بازار دبی، قیمت دلار در ایران هم تا ظهر سه‌شنبه 29 مهر حدود 3000 تومان افت کرد و در برخی صرافی‌های تهران در محدوده 28 هزار تومان معامله شد. بخشی از فعالان بازار کاهش نرخ ارز را واکنشی به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا می‌دانند. پیشی گرفتن جو بایدن از دونالد ترامپ در نظرسنجی‌ها برای آن دسته که امیدوارند با بازگشت دموکرات‌ها به کاخ سفید سیاست فشار حداکثری متوقف شود، خبر خوبی است. اما مهمتر از مسائل سیاسی داخلی و خارجی، عامل تأثیرگذار بر نرخ ارز کاهش قدرت ریال ایران در برابر ارزهای خارجی است که باید دلیل آن را در رشد بالای تورم سالهای اخیر جستجو کرد.
نرخ دلار امریکا در برابر ریال ایران طی 5 سال گذشته نزدیک 9 برابر شده و از محدوده 3500 تومان پاییز 94 به نرخ‌های باورنکردنی هفته‌های اخیر رسیده. نرخ تبدیل ریال در برابر دلار تابع مابه و تفاوت نرخ تورم در اقتصاد ایران و امریکاست. بنابراین هر چقدر نرخ تورم ایران بالاتر برود، واحد پول این کشور در برابر دلار امریکا که تورمی به مراتب کمتر از ایران دارد، ضعیف‌تر خواهد شد. فشار حداکثری ترامپ منابع ارزی ایران را محدود، تزریق ارز به بازار را برای بانک مرکزی مشکل کرده و در نهایت زمین ساز جهش‌های ارزی شده. اما اقدامات تورمزای سالهای اخیر نتیجه سیاست پولی دولت ایران بوده، نه سیاست خارجی امریکا. اقدامات تورمزایی که گزارش بانک مرکزی از تغییرات پایه پولی جزئیات آن را آشکار می‌کند. عدم تعادل بازار پول در ایران موضوعی است که با تغییر در کاخ سفید حل نمی‌شود و تابع سیاست‌گذاری پولی در ایران است. شیدا هوشمندی، بی بی سی. دور دوم مذاکرات هیئت اوکراینی و ایرانی درباره سرنگونی پرواز 752 در تهران به پایان رسید. جزئیاتی از این مذاکرات در دست نیست. خانواده‌های جانباختگان خواستار دیدار با مقامات اوکراینی بودند که این خواسته هم عملی نشد. در حاشیه این دیدار، خانواده‌های قربانیان با تقاضای دادخواهی روبروی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران محل مذاکرات تجمع کردند. این هواپیمای مسافربری اوایل زمستان پارسال با شلیک دو موشک پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران نزدیک تهران سرنگون شد و همه 176 سرنشینش کشته شدند. جزئیات بیشتر از مریم افشنگ. ما آمده ایم به نمایندگان اوکراین بگیم یکیشون بیاد اینجا، فقط ما دو کلمه باش حرف بزنیم برمیگردیم. شعار هم نمیدیم، حرفی هم نداریم. یکی از مهمترین خواسته های خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراین. من یه چیز خدمتون بگم، چون کار دارم من نماینده وزارت خارجه ایران هم وقت چندانی برای پاسخگویی نداشت. ببینید یه دیپلمات خارجی باید واقع نگر بشه، نمیاد در خیابون با مردم یک کشور دیگه حرف بزنه. اجازه بدید من آقای بهارمند. خب یه نماینده در نهایت هیئت اوکراینی ایران را ترک کرد و حتی با خانواده های کشته شدگان و یا نماینده آنها هم دیدار نکرد. Waiting for closure and justice. خانواده ها البته در فضای مجازی پیامی برای تیم مذاکره کننده اوکراینی گذاشتند. شما امروز در سالن های فرودگاهی قدم زدید که در صبح 8 ژانویه 29 کودک و نوجوان در آن بودند. در آرزوی رسیدن به خانه، در فکر حضور در مدرسه، در روز بعد در رویای به آغوش کشیدن عروسک هایشان یا دوباره دیدن دوستانشان. مسئولان ایرانی بدون شک به استقبال شما می آیند تا روایتشان را باور کنید، تا توطئه شریرانه آنها را بپذیرید و آنگاه که با لبخندهای موذیانه آنها در همان فرودگاه بدرقه می شوید، بدانید که آنجا مدفن آرزوهای ماست، جایی که زندگی شاد همه ما را از ما ستاندند. پیام ما به شما روشن است، حقایق را منتشر کنید. دنیای آزاد حق ندارد به جنایتکاران اجازه دهد حقیقت را قربانی جنایتشان کنند. عدالت قابل مذاکره نیست. عدالت در دادگاه به دست می آید، نه پشت میز مذاکره. در تهران هم خانواده ها در مقابل نماینده وزارت خارجه ایران از خواسته ها و دردهایشان گفتند. من نمی بخشم. اول محاکمه بعد مذاکره. موشک دومی که اینا زدن به چی زدن؟ عمدن بوده. این دیگه نمیتوانست غیر عمد مسامحه و یا اشتباه چیز باشه. بهش دستور داده شده از قبل. به چشمای من خوب نگاه کنید، اگر دروغی داره خدمت بشه تو را ببینید بزنید. اجازه بدین تا بتونید. یک واقعی هوایی چیزی نیست که بشه پنهانش کرد. این ابعاد بین المللی داره. این چیزایی که مطبوعات می نویسن ساده نگریه، سطحی نگریه. خب مطبوعات داخلی، مطبوعات داخلی واقعیت خاصی نداره. چرا 3 روز مخفی کرد؟ 3 روز که چه عرض کنم، در واقعی MH17 که در
اوکراین اتفاق افتاد 4 ساله کسی در چیز مسئولیت نکرده. خب یعنی این شما رو توجیه میکنه؟ اجازه بدید. نه نه سر از هر من شمس این چیزی نیست که کسی بتونه پنهانش کنه. چیز من یقین دارم تو همینطور که سال هاست چشم ملت نگاه کردید و دروغ گفتید همتون، اینجا رو هم دارید دروغ میگید. ما خانواده ها ببینم آقای باربن، اگر بچه شما توی این هواپیما بود بازم همین کار رو میکردید؟ ما در کجای این کار هستیم؟ ما در کجای ایستادیم آقای باربن؟ چرا ما در تحقیقات نیستیم؟ مگر خون بچه ها مال ما نیست؟ مگر ما ولی دم نیستیم؟ مگر اینها جگر گوشه ما نیستن؟ پس چرا ما در تحقیقات نیستیم؟ دیروز هیئت اوکراینی قبل از شروع مذاکرات از محل سقوط هواپیما بازدید کرد و با گذاشتن گل در آن محل به کشته شدگان این واقعه ادای احترام کرد. این هم توییت سفیر ایران در اوکراین که نوشته طرفین مذاکرات را سازنده ارزیابی و بر حل و فصل مسائل بر اساس مقررات بین المللی تاکید کردند و همچنین یادآوری کرده که دور بعدی مذاکرات در حدود 1 ماه دیگر در کیف خواهد بود. حدود 10 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط 2 موشک سپاه پاسداران می‌گذرد و هنوز خانواده‌های داغدار سوالاتی دارند که مسئولان جمهوری اسلامی به آنها جواب ندادند، از جمله اینکه چه کسی مسئول شلیک به هواپیما بوده و آیا این شلیک عمدی بود یا آنطور که سپاه مدعی است اشتباهی. مریم افشنگ، بی بی سی. اسرائیل و امارات متحده عربی توافق کردند که لزوم صدور ویزا را برای شهروندان یکدیگر لغو کنند. با این توافق، اماراتی‌ها شهروندان اولین کشور عرب هستند که می‌توانند بدون ویزا به اسرائیل سفر کنند، به سرزمینی که درهایش به روی بسیاری از عرب‌هایی که در آن به دنیا آمدند بسته است. این توافق در جریان سفر یک هیئت اماراتی به تل آویو امضا شد که در آن توافق‌های بیشتری هم به دست آمد. جزئیات بیشتر از کیوان حسینی. نشستن هواپیمای مسافربری شرکت اماراتی اتحاد در فرودگاه بن گوریون در تل آویو، تصویری که حالا تاریخی توصیف می شود، چرا که این نخستین پرواز هواپیمای مسافربری یک شرکت اماراتی به اسرائیل است و در کمتر از 24 ساعت این هم دومین پرواز است، پروازی از ابوظبی به تل آویو که برخلاف پرواز نخست مسافران خبرسازی دارد. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا به همراه عبید الطایر وزیر مشاور وزارت دارایی امارات روز سه‌شنبه با این پرواز به تل آویو سفر کردند تا از عمق بخشیدن به روابط نوپای امارات و اسرائیل پرده بردارند، آن هم در سطحی که چه بسا تا 3 ماه پیش بسیار دور از دسترس به نظر می رسید. ما جوری در حال ساختن تاریخ هستیم که برای نسل‌های بعد موندگار میشه. این نخستین سفر رسمی مقام‌های اماراتی به اسرائیل و بعد از توافق تاریخی که در کاخ سفید امضا کردیم، اسرائیل و امارات اینجا توافق‌های واقعی و کاربردی امضا خواهند کرد. برای من مایه افتخاره که اینجا مقابل شما بایستم و نخستین هیئت اماراتی را که به اسرائیل آمده رهبری کنم. ما متعهدیم که یک چهارچوب حقوقی برای رفت آمد شهروندان، نقل و انتقال کالا و گسترش مدام فضای بازرگانی مناسب بین امارات و اسرائیل ایجاد کنیم تا وضعیت اقتصادی هر دو کشور و مردم دو کشور ارتقا پیدا کند. و بعد از این تعارف‌های دیپلماتیک، دو طرف 4 توافق امضا کردند. توافق‌هایی در زمینه سرمایه‌گذاری، همکاری‌های علمی و فنی، همکاری در صنعت هوانوردی و البته لغو ویزا برای شهروندان دو کشور. بدین ترتیب از این پس شهروندان اسرائیلی برای آمدن به اینجا یعنی دبی و دیگر شهرهای اماراتی آزادند و در مقابل اماراتی ها هم هر لحظه که بخواهند می توانند وارد اینجا یعنی اسرائیل شوند، کشوری ثروتمند با سواحلی زیبا و زندگی شبانه پرشور که البته دست فلسطینی ها از آن کوتاه است، موضوعی که بعد از اعلام توافق لغو ویزا از چشم آنها دور نماند و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را برانگیخت. از آن جمله
سالم برا همه. یکی از روزنامه‌نگاران فلسطینی که در رام الله زندگی می‌کند و درباره این توافق چنین نوشت: من برای رفتن به بیت المقدس باید از ارتش اسرائیل مجوز بگیرم، شهری که در آن به دنیا آمدم. اما حالا اماراتی ها می توانند بدون ویزا به آنجا بروند، چرا که دو رژیم جنگ طلب و ناقض حقوق بشر برای خرید تسلیحاتی به توافق رسیدند. آیا این به نظر شما عادلانه است؟ اما اعتراض های فلسطینی ها به شبکه های اجتماعی ختم نشد. من این روز رو روزی توصیف می کنم که نقاب ها کنار زده شد. در غزه نیز وضعیت تفاوتی نداشت، جایی که کنترل در دست سازمان حماس است. متاسفانه این سفر درست در زمانی که مجوزهای بیشتری برای ساخت شهرک‌های یهودی صادر شده و چنین ملاقاتی تنها اشغالگران را به جنایت بیشتر، ساخت شهرک‌های بیشتر و الحاق سرزمین‌ها تشویق می‌کند. به رغم همه مخالفت‌های فلسطینی‌ها، همچنان این احتمال وجود دارد که کشورهای عرب بیشتری روابط خود را با اسرائیل عادی کنند و توافقنامه‌های مشابهی با این کشور امضا کنند. کیوان حسینی، بی بی سی. در یک اردوگاه پناهجویان در جنوب بریتانیا عده‌ای به کرونا مبتلا شدند. یک پناهجوی ایرانی میگوید با اینکه مبتلایان منتقل شدند، اصول بهداشتی در اردوگاه رعایت نمی‌شود. پرهام قبادی پای صحبت‌های این پناهجو نشسته که ماجرای سفر پرمخاطره‌اش از طریق دریا و نگرانی‌اش از ابتلا به کرونا را به او گفته. نمیدونم چجوری توصیف کنم این مسیر رو. خیلی خطرناک بود و اگر به عقب برگردم هیچ وقت این راه رو امتحان نمی کنم. روایت مسعود، پناهجوی ایرانی که به تازگی از کانال مانش خود را به انگلیس رسانده. از شهر کاله فرانسه سوار قایق بادی شده و با پناهجویان دیگر دل به دریا زده. پناهجویانی که بعضیشان پای قایق پشیمان شدند، اما قاچاقچیان اجازه برگشت به کسی نمی دادند. موقعی که می رسیدن دم ساحل، ترس تمام وجودشون رو می گرفت. سه نصف شب قطعا دریا خیلی ترسناکه، قایقای بادی بود، هیچ امنیتی نداشت. یه نفر می خواست برگرده و قاچاقبر به زور اونو سوار کرد، حتی یه دونم زد تو گوشش. بعضی وقتا قاچاقبرا دیگه پای مسیر از اصل هم حتی استفاده می کردن، چون مسافر نباید کنسل میکرد، اگه کنسل میکرد این ضرر سنگینی بود براشون. مسعود میگوید افراد آسیب پذیری هم در قایق بودند. 17 نفر سوار یک قایق 4.5 متری شده بودیم. خیلی میترسیده بودن. تو قایق ما یک خانم اریتریه باردار بود. من خیلی بیشتر نگران اون بودم. یک خانم دیگه بود با یه بچه کوچیک و مرد سمبالا، همه قشری بود از ملیت‌های مختلف. ترس وجود همه رو گرفته بود. مسیر دریا خطرناک و تنها چراغ راهشان نور قرمزی در سواحل انگلیس بود. فقط یک نور قرمز بود که از بندر کاله، بندر دوور مشخص بود و مجبور بودیم که اون راهو به سمت اون نور قرمز بیام. یه جاهایی که نور ناپدید می‌شد راهو گم می‌کردیم، ترس وجود همه رو می‌گرفت. حتی گاهن بعض وقتا قایق های می اومدن اونجا با اصطلاحاً موج می دادن، به ما دور ما می چرخیدن که ما رو اذیت کنن. مسعود و همسفرانش خوش شانس بودند که به سلامت به انگلیس رسیدند. پلیس از آب نجاتشان داد. اما این پایان مشکلات نبود. او حالا به اردوگاه پناهجویان در جنوب انگلیس منتقل شده، جایی که ناگهان مهمان ناخوانده خطرناکی سر رسیده: کرونا. در این سربازخانه متروکه در شهر فوکستون که به اردوگاه مردان تبدیل شده. اینجا بنده خدای تو این اتاقچه است. اینجا کرونا گرفته بود تو این، رو این تخت. بعد منتقلش کردم بیمارستان و دیگه نمومد. 3 روز ما رو قرنطینه کردم و بعد قرنطینه ما رو آزاد کردم و هیچ گونه استریلی هم اینجا نشد. الان یه نفر ایرانی رو آوردن جای اینجا، جای بنده خدا. اینم دیروز بردن، خونریزی داخلی داشت و این حرفا. اینم به کرونا مبتلا شده. امروز مستقیم باهاش صحبت کردیم از بیمارستان، گفت بله منم کرونا گرفتم. دیروز گروهی از راستگرایان ضد مهاجر جلوی اردوگاه تجمع کردند. Go back to Islam. اینجا مردی فریاد میزند به اسلام برگردید.
احتمالاً منظورش به کشورهای مسلمان است. اما گروهی بزرگتر همینجا جمع شدند تا از پناهجویان استقبال کنند و به آنها خوش آمد بگویند. تعداد مهاجرانی که از کانال مانچ عبور می کنند تا خود را به انگلیس برسانند امسال چند برابر شده. اما ماه پیش خبر یک اقدام جنجالی دولت بریتانیا به مطبوعات درز کرد. بررسی امکان انتقال و نگهداری پناهجویان در خارج از سرزمین اصلی این کشور. طرح مورد نظر انتقال پناهجویان به جزیره اسنشن و سنت هلنا بود. از جزایر برون مرزی بریتانیا در اقیانوس اطلس. جزیره اسنشن بیش از 6000 کیلومتر و جزیره سنت هلنا بیش از 8000 کیلومتر با سرزمین اصلی بریتانیا فاصله دارد. پسره امروز تست کروناش مثبت در اومده. برای دومین نفر که روی تخت میخوابید. اما دغدغه مسعود فعلا سالم ماندن در اردوگاهی است که ویروس کرونا به آن نفوذ کرده. واقعا اینجا خیلی وضعیت بده. امیدوارم به ما رسیدگی بشه. ما مجرم نیستیم، ما برده نیستیم، ما پناهنده هستیم. درخواستی آشنا، انتظار حداقلی پناهجویان. پرهام قبادی، بی بی سی. با فرارسیدن فصل شکار پرنده‌های مهاجر در شمال ایران که سالها صدای فعالان محیط زیست را درآورده، امسال این فعالان تلاشی تازه را برای جلوگیری از فروش گوشت پرنده‌های مهاجر در رستوران‌ها آغاز کردند. سالانه بیش از 1 میلیون پرنده مهاجر در ایران صید می‌شود و بسیاری از صیادان و سردستگان آنها به چشم منبع درآمد به آنها نگاه می‌کنند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان با این هشدار که دیدن بعضی از تصاویر این گزارش ممکن است آزاردهنده باشد. تورهای صید در شمال ایران گسترده شدند. امسال هم قتل عامی دیگر در راه است. هنوز اینجا کسی در دولت حریف مافیاهای صید پرندگان مهاجر نشده یا نخواسته بشود. سلام. میدونستید سالانه چند میلیون پرنده مهاجر به خاطر تقاضای ما کشته میشن؟ ولی امسال تلاش‌های مدنی با کمک سلبریتی‌ها جانی تازه گرفته. من از پرنده مهاجر حمایت می‌کنم. من از پرندگان مهاجر حمایت می‌کنم. من از پرنده مهاجر حمایت می‌کنم. اشاره این سلبریتی‌ها به شکار سالانه بیش از 1 میلیون پرنده مهاجری است که از نقاط سردسیر سیبری خود را به ایران می‌رسانند. ولی مجال نمی‌یابند تا آرام بگیرند و به گردش و سلامت طبیعت شمال ایران کمک کنند. پرنده های مهاجر یکی از مهمترین مؤلفه های تاب‌آوری یک سرزمین محسوب میشه. این محمد درویش است، از فعالان محیط زیست و یکی از کسانی که امسال ابتکار عمل را به دست گرفته. چرا که هم میتونن جمعیت آفات رو کنترل بکنن و هم میتونن به کمک فضله هاشون حاصلخیزی خاک رو افزایش بدن، غذا برای ماهی ها فراهم بکنن و البته میتونن چشمانداز های هوشربایی برای انسان ها مهیا بکنن. حرف از تاب‌آوری طبیعت و شکار پایدار اینجا در بازار پرندگان فریدون کنار خریدار ندارد. بازاری که سود کلان آن به جیب عده معدودی از سردسته های صیادان میرود و صنعتی که با شکستن بال پرنده ها رونق میگیرد. این الان دیگه میخواد چیکار کنی شما الان؟ الان گردن بزنی. بابا شما سه نا. الان دوی شدی. بنده صدای شکستن بال اینها رو وقتی در هم میکنن شنیدم. کدوم قلبی، کدوم وجدانی، کدوم دینی چنین چیزی رو اجازه میده؟ پشتیبان های ناخواسته این صنعت دلخراش مشتریانی هستند که صدها هزار تومان برای یک وعده غذا با گوشت این گونه های نایاب پرنده میپردازند. و آنگونه که روزنامه همشهری خبر داده، رستوران هایی که منیوی شفاهی آنها گوشت پرنده های مهاجر است. گوشتی که از رهگذر این قبیل کشتارها به دست می آید. یکی از چندین شیوه شکار پرنده های مهاجر که حالا می رود تا تالاب های خوزستان را هم به حمام خون بدل کند. درآمد کلانی که از این روش های صیادی در مازندران و خوزستان حاصل می شود، در نقاط دیگر ایران از راه گردشگری و توسعه پایدار به دست می آید. خیلی حس خوب داره. واقعا چسبید، هم تفریح هم خستگی کار و جاده به قول معروف
از تنمون رفت. از اینجا در کیش گرفته که پرندگان مهاجر آزادانه پرواز می کنند تا اصفهان. اگر زاینده رود آبی داشته باشد الان بهت میگم. مارک هاوز ایت؟ یه بیوتیفول تا اینجا در پارک چیتگر. ولی این احتمال هست که زنگ خطر انقراض گونه های پرنده در دیگر مناطق ایران نیز شنیده شود و این به غیر از بیماری های احتمالی است که پرندگان مهاجر می توانند به طیور محلی و در نتیجه به انسان ها منتقل کنند. شکار و صید و مصرف پرنده مهاجر خودداری بشه. این توصیه به این دلیل نیست که بگیم حتما آلودن، ولی باید احتمال بدیم که با خودشون آلودگی و ویروس جدید رو بیارن و باعث انتقال و انتشار بیماری در سطح هم طیور بومی، مزارع پرورش طیور بومی و طیور صنعتی بشن. نقش پرنده‌های مهاجر در تقویت خاک و از بین بردن آفات و کمک به کشاورزی یک واقعیت است. آنگونه که خودداری مردم از خوردن و خریدن گوشت پرنده، مخصوصا مردم محلی، میتوانند نقطه پایانی بر سودجویی صیادان باشد. بازار فریدون کنار امسال هم به راه است. هرچند مسئولان محیط زیست از نیروی انتظامی خواستند حداقل با رستوران‌هایی که گوشت پرنده مهاجر می‌فروشند برخورد کنند. این اتفاق نیافتاده. من اعلام می‌کنم که من از پرنده مهاجر حمایت می‌کنم. ولی کارزار فرهنگسازی فعالان مدنی از طریق چهره‌های معروف هم به راه است. سیاوش اردلان، بی بی سی. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، بدرود.